چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه هم کلامت و برترین است تسلی قلب من نوری بر فاهای من چراغ راه های من کلامت تو. شفا بخشه درد و رنج و زخم من نپوری این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد شبانه نیکوی من چه عجیب و ماندگار است کلامت خدا خدارد ابدی و جاودان است تمامی کلامت درود ارز میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز در هر کجایی هستید به قسمتی جدید از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب خوش آمدید در این برنامه ها کل کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه رو بررسی میکنیم در ادامه مطالعمون از کتاب های عهد جدید به کتاب کارهای رسولان رسیدیم پنجمین کتاب از عهد جدید امروز به خواست خدا فصل های 11 و 12 رو مطالعه میکنیم قسمت قبل رو با ورود کرنلیوس به دایره ایمان مسیحی به پایان رساندیم و البته قبل از اون شاول ترسوسی بود و پیش از شاول ترسوسی خاج سرای حبشی بود. ورود خاج سرای حبشی و شاول ترسوسی و کرنلیوس بیانگر وسیع ترین دایره در دایره شهادت تا اقصای عالم بود. اجازه بدیم به مهمانم در استدیو خادم خداوند برادر یوسف ریاض خوش آمد بگم. خوش آمدید برادر افتخار دادید. همچنین به حضار در استدیو خوش آمد میگم. بردر یوسف لطفاً توضیحی بدین درباره فصل 11 و موضوعات اصلی این فصل. خب فصل 11 شامل دو موضوع اصلیه موضوع اول انتقاد ایمانداران یهودیه یعنی ختن شدگانی که از یهودیت به خداوند عیسی مسیح ایمان آوردن و اونا شروع کردن به انتقاد از پتروس رسول به این دلیل که به خونه کورنلیوس رفت و همچنین با او غذا خورد این برای اونها یک گناه نابخشودنی بود اما میبینیم پتروس رسول با حکمت رفتار کرد و برای اونها توضیح داد که چطور این امر از جانب خدا مقرر شده و چطور روح القدس موضوع رو تایید نمود زمانی که بر اونها نازل شد و به اونها عطیه زبانها رو بخشید و در اونها درست مثل ایمانداران یهودی ختنه شده عمل کرد و هیچ فرقی نذاشت موضوع دوم در این فصل درباره کار خداوند در انتاکیه صحبت میکنه درباره داستان پیروزی عظیم کار خداوند در انتاکیه و این حقیقتا برای اون شهر باعث غرور و افتخار که شاگردان و پیروان خداوند عیسی مسیح برای اولین بار در اونجا مسیحی نامیده شدن در واقع انتاکیه اول از همه شهرها مفتخر شد که پیروان عیسی مسیح رو مسیحی بنامه مشخصا اشاره شما به آیه های یک تا یازده هست بله. جایی که پتروس توضیح میده براشون که به چه دلیلی به اونجا رفته و چطور تایید آسمان رو برای این ملاقات گرفته اما من همیشه از خودم میپرسم چرا ایمانداران اورشلیم در مورد شریعت و چیزهای قدیمی خیلی سرسخت بودن؟ آیا این موضوع مانعی برای پیشرفت کار کلیساست خب چیزی که اونها باهاش رشد کردن و بزرگ شدن به طور عمیقی در وجودشون ریشه کرده بود اونها بیشتر از هزار سال یعنی حدود 1500 سال از زمان موسی خودشون را از دیگر ملت‌ها جدا کردند و به بقیه قوم ها به عنوان سگ نگاه کردن. وقتی که مسیح اومد، اون دیوار رو در زمان حیاتش خراب نکرد، بلکه هنگامی اون رو خراب کرد که بر روی صلیب جان سپرد. بنابراین نه تنها ایمانداران یهودی ختنه شده در اورشلیم، بلکه حتی پتروس هم سرسخت بود. و اگر رویایی رو که باعث شد طرز فکر و همینطور نگرشش عوض بشه رو نمیدید براش رفتن پیش کورنلیوس آسون نمی بود وقتی به خونه کورنلیوس رفت اولین چیزی که به زبون آورد این بود این را به خوبی میدانید که جایز نیست یک نفر یهودی با بیگانگان معاشرت یا همنشینی نماید این چیز جا افتاده ای بود که به صورت بسیار عمیق در قلب اشخاص یهودی ریشه کرده بود و رها شدن از دستشون به این راحتی نبود. فکر میکنم پتروس رسول به این در نامه اولش اشاره کرده وقتی که میگه فراموش نکنید که شما از قید روش های بیهوده زندگی که از نیاکان خود آموخته بودید آزاد شدید با خون گرانبهایی این یعنی رستگاری به خون عیسی مسیح انجام شد تا اونها از سنت پدرانشون آزاد بشن لطفا توضیحی بدید در خصوص جمله پرقدرتش در آیه 17 بدین مضمون پس من که بودم که مانع کار خدا بشوم بعد از آنچه خدا نشان داد من کیم که مانع کار خدا بشم پتروس رسول فوقالعاده است با اینکه او بسیار سرسخت بود وقتی متوجه شد که این اراده و فکر خداست که در رویا بر اون آشکار شده و سپس خداوند بشارت دادن به اونها را با عطای روح القدس و صحبت به زبانها تصدیق فرمود وقتی دید اونها هم مثل یهودیان به طور مساوی روح القدس رو دریافت کردن نتونست هیچ چیزی بگه بجز اینکه تسلیم کاری که خدا داشت میکرد بشه نمیتونم جلوی خدا وایسم هاشا انسان نمیتونه جلوی خدا وایسه و باید از او پیروی کنه من واسه خودم فکرهایی داشتم اما وقتی درست رو فهمیدم میبایست از دستورات خدا پیروی کنم در نتیجه این کلام واکنش کلیسای اورشلیم چی بود آیا هنوز هم سرسخت بودن یا تغییر موضع داده بودن خب در حقیقت پتروس رسول حکمت به خرج داد که تنها نرفت او با خودش شش نفر از برادران رو برد و باز هم حکمت به خرج داد که از خشونت و سنگدلی استفاده نکرد او نگفت من رسولم و کلیدهای آسمان در دست من و خودم میدونم باید چه کنم بلکه با حکمت با آنها حرف زد و بر اونها فائق اومد اونها نه تنها دست از مقاومت کشیدند بلکه در آیه 18 هم میفرماید وقتی این را شنیدند خاموش ماندند همچنین میخونیم خدا را ستایش میکردند و گفتند پس در این صورت خدا به غیر یهودیان نیز این فرصت را بخشیده است تا آنها هم از گناهان خود توبه کنند و حیات یابند اگر بخوایم از این وضعیت برای کلیسای امروزی درس بگیریم وقتی در موردی اختلاف نظر وجود داره و طرف یا فردی دلایل ارائه میکنه موضع کلیسا چیه اگر این دلایل صحیح و کتاب مقدسی باشند افراد دیگه حتی اگر در ابتدا نظری مخالف داشته باشند باید تسلیم کلام خدا بشن و اون شخصی که حق با اونه به هیچ عنوان نباید سرسختانه به نظر خودش بچسبه ممکنه دیگران درکی رو که او داره رو نداشته باشند، ولی او باید با فیز رفتار کنه فیز و لطف مداوم پیوسته پیروز و برنده میشه درسته آیات 19 تا 26 اینطور میفرماید در اثر شکنجه و آزاری که به دنبال مرگ سیفان آغاز شد عده زیادی پراکنده شدند و تا فینیقیه و قبرس و شهر انتاکیه مهاجرت کردند اما آنان پیام خود را به هیچ کسی جز یهودیان اعلام نکردند ولی در میان ایشان چند نفر از اهالی قبرس و قیروان نیز بودند که به محض رسیدن به انتاکیه با یونانیان به گفتگو پرداختند و درباره ایسای خداوند بشارت دادند قدرت خداوند با ایشان بود و عده زیادی ایمان آورده به خداوند روی آوردند این خبر در اورشلیم به کلیسا رسید و در نتیجه برنابا معمور شد که به انتاکیه سفر نماید وقتی او به آنجا رسید و برکات خدا را با چشم خود دید شادمان شد و آنان را تشویق می کرد که از دل و جان در وفاداری نسبت به خداوند استوار بمانند. او مردی نیکوکار و پر از روح القدس و ایمان بود. پس عده کسیری به خداوند تسلیم شدند. بعد از آن برنابا به شهر ترسوس رفت تا شاول را پیدا کند. پس او را یافته به انتاکیه آورد. و مدت یک سال تمام با ایمانداران جمع می شدند و اده بسیاری را تعلیم می دادند. در انتاکیه بود که برای اولین بار پیروان ایسا را مسیحی نامیدند. یه بار دیگه در اثر شکنجه و آزاری که به دنبال مرگ سیفان آغاز شد عده زیادی پراکنده شدند و تا فینیقی و قبرس و شهر انتاکیه مهاجرت کردند اما آنان پیام خود را به هیچ کسی جز غیر یهودیان اعلام نکردند یعنی علا رقم مشکلات پراکندگی وسیع و ازدیاد سمرات هم هست لطفا دوباره از برکت رنج و سختی ها به بگین برای قوم خدا سختی ها به منزله برکته به طور معمول به این صورته که وقتی رفاه میاد بین ما و خداوند فاصله ایجاد میکنه اما تنگی ها باعث میشه بیشتر به خداوند بچسبیم و در خصوص کلیسای اولیه سختی ها واقعا یه برکت بود چون باعث پراکندگیشون شد مطمئنا اونها دور هم جمع شدن و شادی روحانی عظیمشون رو دوست داشتن به خصوص اینکه با حضور رسولان در چنین جماعت های قطعا اونها بسیار متمایز و خاص بودند. اما قصد و اراده خداوند این بود که کلامش به اقصای زمین برسه پس از سختی ها برای پراکنده کردنشون استفاده کرد وقتی پراکنده شدن این زیبا بود که به زخم ها و درد هاشون اهمیتی نمیدادند بلکه هر جایی که میرفتن درباره خداوند صحبت میکردن این خبر به کلیسای اورشلیم رسید که یه حرکت الهی در انتاکیه در جریانه پس برنابا را فرستادن بله از برنابای فرستاده شده برام بگین فرستادن برنابا توسط کلیسا کار حکیمانه ای بود به این خاطر که وجه تمایز او روشنفکریش و همینطور بردباریش بود او به هیچ عنوان یک مرد بند و بار یا بیغید نبود بلکه مردی بود که میدونست چطور با دیگران تعامل کنه و پیروز میدان باشه ما در این روزها شدیدا به افرادی مثل برنابا نیاز داریم میخونیم وقتی او به آنجا رسید و برکات خداوند را با چشم خود دید شادمان شد و آنان را تشویق میکرد که از دل و جان در وفاداری نسبت به خداوند استوار بمانند ملاحظه بفرمایید که کلمه خداوند دفعات بسیاری در اینجا تکرار شده مثلا در آیه 20 میفرماید درباره عیسی خداوند بشارت دادند. آیه 21 میگه به خداوند روی آوردند و آیه 24 میگه به خداوند تسلیم شدند لذا آنان را تشویق میکرد که از دل و جان در وفاداری نسبت به خداوند استوار بمانند. بعد از اینکه برنابا به اونجا رفت و معزه زیباش رو انجام داد، حس کرد اونا به شاول هم احتیاج دارن پس به دنبال شاول رفت و آوردش و یه سال تمام اونجا بودند. لطفا توضیحی بدید درباره رابطه برنابا با شاول و اینکه برنابا چطور از شاول حمایت کرد و درباره عطیه او به بقیه رسولان گفت خب باید بگم که او در ابتدا کار عظیم و بینظیری که خداوند با شاول کرده بود رو حس کرد به یاد میاریم که وقتی شاول ترسوسی به شهر اورشلیم رفت رسولان ازش میترسیدند و حتی شاگردان هیچ کدومشون نمیخواستند طرف اون باشن به این خاطر که طبعا گذشتش به این راحتی از ازهان پاک نمی سنگسار کردن استیفان و همینطور اعمال زور به زنان و مردان و بچه ها برای زندانی کردنشون چیزی نبود که به این راحتی ها از حافظه ایمانداران پاک بشه. اما می بینیم برنابا کسی که همونطور که گفتیم بردبار و شکیبا بود میدونست خداوند میتونه افراد رو تغییر بده او شاول رو که داستانش رو میدونست برداشت و پیش رسولان برد و شاول بهشون گفت خداوند چطور در راه به او ظاهر شده برنابا زمانی که شاول با ایمانداران بود پی برد که او عطیه ای داره خصوصا عطیه تعلیم او خودش ابن الوعز بود و این اصطلاح یعنی کسی که عطیه معزه داره اما اشخاص نویمان تنها به موعظه نیاز ندارن طبعا موعظه عالیه و ایمانداران بهش محتاجن اما اونها به بنا شدن و تعلیم هم نیاز دارن او حس کرد کسی وجود داره که موثرتر از خودشه و این امتیازیه که باید برای برنابا به حساب بیاد بعضا من نمیخوام کس دیگه ای جز خودم جلوی تصویر باشه و برنابا از این دست آدما نبود او هرگز براش مهم نبود که در جایگاه دوم باشه مهمترین چیز که مسیح مقدمه آن این یک روح فوقالعاده است که امروزه در بسیاری از خادمین وجود نداره اما در برنابا بود و امیدواریم در تمام کسانی که به مسیح خدمت میکنن هم باشه شاگردان اولین بار در انتاکیه ناصری نامیده شدن نظرتون درباره این نامگذاری چیه این اسم هیچ معنی نداره ناصره یعنی چی و منصوب به چه کسیه اما مسیحیان منصوب به مسیحن یعنی کلمه‌ای که معنی مفهوم و اهمیت داره اما نمیدونیم که ناصری دقیقا از کجا اومده و منصوب به کیه اهمیت کلمه مسیحی چیه واژه مسیحی به یادمون میاره که پیروان مسیحیم و نه تنها پیروان او هستیم بلکه معتقدم اونها رو در انتاکیه مسیحی نامیدن به این خاطر که شبیه مسیح بودن اونا خیلی درباره مسیح حرف میزدن مسیح این بود و مسیح اون بود وقتی اونها به عنوان غیر ایمانداران از مسیحی که روی زمین بود میگفتند صرفا از یک مرد حرف می زدن. اما زمانی که حیات مسیح رو زندگی کردن اون وقت مسیحی شدن بسیار خوب اجازه بدین تا استراحت کوتاهی داشته باشیم بینندگان گرامی به زودی برمیگردیم با ما همراه باشید. اندگان عزیز برگشتیم بریم سراغ سوالات حضار سوالی هست؟ بله من یک سوال دارم که مربوط به اعمال رسولان فصل 11 آیه 27 همه. در این آیه میبینیم که یهودیان از امتها یعنی غیر یهودیان کمک میگیرن میدونیم که رابطه خوبی وجود نداشت بین یهودیان و غیر یهودیان منظورم ایمانداران یهودی و غیر یهودیه پس چطور یهودیان قبول کردند که از غیر یهودیان که زیاد اونها رو قبول نداشتند کمک بگیرند؟ بله کمک از جانب غیر یهودیانی که یهودیان به اونا به چشم یه مش بی کفایت نگاه می‌کردن. معتقدم خداوند اجازه قحطی رو داد. طبعاً همه چیز تحت کنترل خداست. تا شکافی رو که در بین یهودیان و غیر یهودیان وجود داره، برداره و از بین ببره. اما چیز دیگه‌ای رو هم می‌بینیم. خداوند اجازه اون کمک از جانب غیر یهودیان به یهودیان رو داد، نه برعکسش و این هم حکمت خدا بود. اول برای شکستن غرور یهودیان چرا که به کمک غیر یهودیان احتیاج پیدا کردن یعنی ممکنه این به خاطر شکستن غرور یهودیان بوده بله. این برداشت محصول اونا از نظر روحانی بهشون خدمت میکردن و این برگشت یک کمک زمینی دقیقا دید. خب بریم سراغ فصل دوازده بر در یوسف لطفا به همون دیدگاهی کلی از نکات اصلی و موضوعات این فصل بگیم خوبه که فصل یازده و دوازده رو با هم مرتبط کنیم چون این چیزیه که ما داستان دو شهر مینامیم داستان شهری که داشت در تاریکی بود پرستی غرق می شد ولی تبدیل به دژی برای مسیحیت شد و اولین جایی بود که ایمانداران مسیحی نامیده شدند و از اونجا همونطور که در فصل بعد خواهیم دید مسیحیت به سراسر عالم گسترش پیدا کرد از طرفی دیگه داستان شهری رو می بینیم که یه زمانی شهری برگزیده و مقدس بود اما در کمال تأسف زمانی که مرتکب جرم دورانها شد آفتابش غروب کرد و توسط امتها مغلوب و لگدمال میشه تا اینکه زمانشون فرا برسه. یه بار دیگه اورشلیم رو در اداوت و دشمنی میبینیم اما نه بر ضد مسیحی که مصلوبش کردند، بلکه بر ضد هر کسی که نام مسیح رو بر خود داشت پس اورشلیم یعقوب رو کشت و میخواست که پتروس رو هم بکشه اما خدمت یعقوب به پایان رسیده بود در حالی که خدمت پتروس به پایان نرسیده بود بنابراین یعقوب مرد ولی نه قبل از اینکه زمانش برسه او رسالتش رو به اتمام رسوند ولی پتروس نمرد بلکه اون کسی که در انتهای این فصل مرد هیرودیس بود سربازانی که از پتروس مراقبت می کردند هم مردند، اما می بینیم که پتروس زنده موند تا پیر شد و خدمتش رو به طور کامل انجام داد. بردر یوسف همونطور که شما توضیح دادید می بینیم که یعقوب کشته شد در حالی که پتروس زنده موند. بله. به همون درباره فکر خدا برای رهایی و نجات بگین. خدا حکیم و هر کاری که بخواد انجام میده و میشه گفت که همگی ما بنده های او هستیم. او هر کاری که بخواد با ما میکنه. خدا این طور صلاح دید که خدمت یعقوب باید زودتر تموم بشه ما میدونیم که دو برادر در میان رسولان بودن یعنی یعقوب و یوحنا اولین نفری که از بین رسولان مرد یعقوب بود و آخرین نفری هم که مرد یوحنا بود ما میدونیم که یعقوب کشته شد اما گفته شده که یوحنا مرگی طبیعی داشت کی بیشتر تحمل کرد در حقیقت هر دوشون یکی وقتی به عنوان شهید مرد متحمل شد و اون یکی وقتی مثل یک شهید زنده زندگی کرد یوحنا به جزیره پاتموس تبعید شد به خاطر شهادت عیسی مسیح خداوند حکیمه او یکی از خادمین امین و موفق خودش رو انتخاب میکنه که زود هنگام به خونه بره و اون یکی عمری طولانی داشته باشه ما نباید برای خدا چرا بیاریم ای آدم تو کیستی که به خدا جواب میدهی آیا من میتونم به خدا بگم چرا این کارو کردی یا اون کارو نکردی خدا آزاده و او بر ما برتره آزادی او با استکبار و استبداد نیست بلکه کاملا حکیمانه است او با حکمت عمل میکنه و همیشه نیکوترین رو انجام میده پس جانم رو تسلیم حکمت او میکنم توضیحی بدین درباره هیرودیس این پادشاه ظالم خب هیرودیس یک مرد شریر از خانواده ای شریر بود اموش کسی بود که یحیای تعمید دهنده رو به قتل رسوند و پدر بزرگش همونی بود که بچه های بیت رحم رو به قتل رسنده بود بنابراین کل این خانواده سرشار از شرارت و خونخاری هن. تمام اعضای خانواده ای که در عهد جدید راجع بهشون میگه شرور بودن و در اینجا میتونیم پدری به شباهت پسر رو پیدا کنیم جدش اون پسر بچه هایی رو که هیچ کاری انجام نداده بودن به قتل رسوند تا تاج و تخت پادشاهی خودش رو حفظ کنه اینجا همین هیرودیس پلید متوجه شد که کشتن یعقوب یهودیان رو خوشنود میکنه و خاص رضایت یهودیان رو جلب کنه و یکی دیگه از رسولان رو به قتل رسوند پولس میگه با ما مانند گوسفندانی که به کشتارگاه میروند برای رفتار رضایت مردم. برای رضایت مردم و بر ضد قوانین و همینطور بر ضد حق و عدالت اما عدالت چیه و کی به دنبال عدالت؟ این آدم متکبر به اون چه که سزاوارش بود میرسه در انتهای این فصل کرمها ها اونو زنده زنده میخورن نه بعد از مرگش آیه شش میفرماید یک شب قبل از آن روزی که هیرودیس میخواست پتروس را به دادگاه بیاورد پتروس در زندان بین دو سرباز با دو زنجیر بسته شده و به خواب رفته بود و نگهبانان جلوی در زندان پاس میدادند ناگاه فرشته خداوند در کنار پتروس ایستاد و نوری در آن اتاق تابید فرشته به پهلوی پتروس زد و او را بیدار کرد و گفت زود برخیز فورا زنجیرها از دستهایش به زمین افتاد. فرشته به او فرمود کمر خود را ببند و کفشایت را بپوش و او چنان کرد. سپس فرشته به او گفت ردایت را به خود بپیچ و به دنبال من بیا پس به دنبال او رفت و هیچ فکر نمی آن چه فرشته انجام میداد حقیقت داشته باشد. او گمان می کرد این وقایع را در رویا می بیند. وقتی از پاسگاه های اول و دوم گذشتند، به دری آهنی که به طرف شهر باز میشد رسیدند. در خود به خود به روی آنان باز شد. آنها بیرون رفتند از کوچه ای می که ناگهان فرشته ناپدید شد. پتروس در این شب خوابیده بود کلا خواب رو دوست داشت. <تصحیح> بر روی کوه تبدیل هیئت و یا در جتیمانی هم خواب بود امه. و در اینجا هم خوابیده بود شبی که قرار بود فردای اون کشته بشه. بشه. برادر آیا خواب پتروس اینجا نوعی بی تفاوتیه؟ این خواب آرامشه. در مزامیر میخونیم آسوده به بستر میروم و میخوابم. این حرفیه که داوود میزنه در حالی که داشت از دست ابشالوم فرار میکرد. یعنی هنوز امکانش بود کشته شه. ولی داوود آسوده خوابید. پتروس هم داشت کشته میشد. این اتفاق قرار بود در روز بعد بیفته ولی او خواب بود. او آرامش داشت و حقیقتا داشتن آرامش در میان خطر فوق است. بعضی وقتها ما در خطر نیستیم و آرامش نداریم. اما بعضیا در حالی که در کوره آتشین هستند آرامش دارن. و یکی از این اشخاص پتروس رسول بود. بعضیا میگن چون مسیح بهش فرمود وقتی که پیر بشی میمیری، و او در اون زمان هنوز پیر نشده بود. گویا داشت میگفت هیرودیس نمیتونه به من آسیبی بزنه بنابراین خوابیدو به نظر میاد خواب عمیقی هم بوده چون فرشته مجبور شد به پهلوش بزنه حتی وقتی که بیدار شد و کفش و رداش و پوشید با خودش این طور فکر کرد که داره خواب یا رؤیا میبینه پس به نظر او در خواب عمیقی بوده و اصلا نگران اینکه کسی بیدارش کنه و برای اعدام ببرتش نبوده مردی که قلبش سرشار از آرامش بود آرامیشی که فراتر از هر فکریه در حالی که کلیسا براش با جدیت دعا میکرد بله. اون خواب بود خدا دعای کلیسا را اجابت کرد دروسته. استراحتی خواهیم و با سوالات و حضار برمیگردیم بینندگان عزیز بعد از استراحت با ما همراه باشین بینندگان عزیز برگشتیم و بریم سراغ سوالات حضار سوالی هست؟ سوال من مرتبط با آیه پنجمه در حالی که پتروس در زندان بود کلیسا سمیمانه برای او به درگاه خدا دعا می کرد و خدا هم اجابت کرد اما بعد می بینیم که متاسفانه کلیسا این موضوع رو باور نکرد چطور اونا که خودشون برای این موضوع دعا می نتونستن اجابتش رو باور کنن خیلی عجیبه اونا دعا کردن و انتظار داشتن خدا پاسخ بده وقتی خدا پاسخ داد اونا باور نکردند. خب برادر ایاد باید بگم این به این معنیه که استجابت دعا بیشتر بستگی به امین بودن خداوند داره و خیلی به ایمان ما بسته نیست یعنی اگر خداوند همیشه بنابر ایمان عطا کنه اینجا به دعای اونها نباید پاسخ میداد اما وفاداری خداوند از ایمان ایمانداران فراتره برادر یوسف لطفا به همون بگین چطور باید دعا کنیم چه موقع در چه شرایطی و چه انتظاراتی باید داشته باشیم فرض بر این که با ایمان دعا کنیم، خداوند با ایمان قوی جلال پیدا میکنه، اما ایمان ضعیف رو هم کوچک نمیشمره. موقع دعا کردن باید هر نگرانی رو تبدیل به دعا کنیم. شخصی اینطور میگفت که هر چیزی موجب نگرانی شماست از جانب خداوند مورد توجهه. و اگه اون توجه خداوند رو جلب میکنه، بنابراین تمام اون موارد رو در دستان او بگذار و منتظر پاسخ خداوند به دعای با ایمانت باش. ابتدای آیه 20 درباره انتهای زندگی هیرودیس میگه. لطفا درباره چگونگی پایان زندگی هیرودیس بهمون بگی. اینجا بهمون به داستانی رو میگه که متفق با شهادت یوسیفوسه. میفرماید هیرودیس در یک روز معین لباس سلطنتی پوشید. اون لباس از نقره بافته شده بود. وقتی رفت بیرون زیر نور آفتاب، انگار که حاله ای از شکوه و جلال دورش بود. بنابراین اون افرادی که میخواستن تملق هیرودیس رو بگن یعنی افرادی که از اهالی سور بودن گفتن این صدای یکی از خدایان است نه صدای آدمی توجه کنید که هیرودیس ازشون تقاضای این تمجید رو نکرد اما وقتی جلال خدا رو به او دادن چیزی نگفت و ساکت موند و زمانی که اونو پذیرفت و ردش نکرد میخونیم فرشته خداوند او را نقشه زمین کرد و ها او را خوردند و او مرد این درس ارزشمندی به همون میده صرف این که تو برای جلال خود تقاضا نکنی کافی نیست بلکه اگه جلالی به داده شد که هیچ کس جز خدا لایق اون نیست لازمه که اون رو رد کنی همون کاری که پتروس در فصل قبل کرد یعنی فصل ده زمانی که کورنلیوس در برابر او سجده کرد او من کرد اما این مرد که بسیار مغرور و از خود راضی بود ردش نکرد بلکه خوشش اومد که دربارش گفتن سخنان یکی از خدایان است خیلی از پادشاهان و خیلی از رؤسا فکر میکردند که واقعا خدا هستند. اونا واقعا اون چیزی که شایسته حماقتشون رو دریافت کردن چون این حماقته که خودت بخوای جایگاه خدا رو بگیری بنابراین میخونیم که فرشته خداوند او رو زد و سپس توسط کرمها خورده شد و مرد خب معمولا یکی میمیره و بعد کرمها اونو میخورن اما اتفاقی که برای هیرودیس افتاد این بود که او هنوز زنده بود که کرمها خوردنش و بعد مرد و فرشته خداوندی که به پهلوی پتروس زد تا نجاتش بده همون ضربه رو به هیرودیس زد تا کشته بشه و بمیره و این فصل با این نکته به پایان میرسه پیام خدا هر روز با تاثیر بیشتری انتشار میاد انتظار میرفت سرانجام پتروس در پایان این فصل مرگ باشه بله. درسته. اما در نهایت هیرودیس مرد و پتروس نجات یافت درست. این پیامیست به مردمی که در هر کجا برای مسیح رنج کشیدن و همچنین هشداری برای کسانی که در قدرتن و با قوم خدا سنگ دلی میکنن. می میفرماید از کسانی که جسم را میکشند نترسید این به این معنی نیست که ما از هر کسی که بخواد هر کاری بکنه یا ما رو بکشه استقبال کنیم به این خاطر که بعدش میخونیم خداوند عیسی مسیح اینطور فرمود که حتی موهای سر شما شمرده شده است زندگی پتروس هنوز به پایان نرسیده بود پس نه هیرودیس نه بزرگتر از هیرودیس حتی یک روز زودتر از موعد اون قادر به پایان دادنش نبود این مخصوص قوم خداست که وقتی در درد و رنج هستند نترسند بلکه محکم و ثابت در خداوند با شجاعت بیستند و باور داشته باشند که خداوند نیکوست و در خصوص کسانی که قوم خدا را اذیت می کنند و آزار می و به اونها به چشم حقارت نگاه می باور کنید که بر هر معمور یک معمور بالاتر نظارت می کند. مهم نیست که چه جایگاه بالایی داشته باشین بالای سرتون یک مافوق هست و بالاتر از هر جایگاهی خدای شما در مقابل او خواهید ایستاد نه به عنوان پادشاه رئیس یا کلانتر یا شهردار شما در مقابل او به عنوان انسانی مسئول خواهید ایستاد با مسئولیتتون که خدا برای عادلان حکم کردن بهتون داده چه کار کردین؟ اگر عادلانه عمل نکنین در معرض داوری سختی خواهید بود. خیلی از اون ستمگرا وقتی که روی زمین بودن با داوری مواجه شدن و اونایی هم که مواجه نشدن داوری آینده در انتظارشونه سپاسگزارم گذارم بردر یوسف بریم این قسمت رو با حضار مرور کنیم بفرمایید در فصل 11 ایمانداران از اورشلیم به پتروس انتقاد کردند و به رفتنش به خونه کورنلیوس اعتراض کردند. چرا؟ این به خاطر طرز فکر موروسی یهودی و فرهنگ دیرینه اونها بود. پس تغییر کردن برای اونها سخت بود. ولی خداوند در برابر اونها صبوری کرد و پتروس هم پاسخشون را با صبوری و ملایمت داد. درسته. هیرودیس کی بود که یعقوب را به قتل رسوند و میخواست پتروس رو هم بکشه. وقتی به خانواده هیرودیس نگاه میکنیم متوجه میشیم جدش همون کسی بود که کودکان بیگناه بیت لحم رو به قتل رسوند. و عموی او هم کسی بود که یحیای دعمید دهنده رو کشت به این خاطر که رضایت یک زن فاسد رو جلب کنه. پس این خانواده همگی ظالم و شریر بودن و این هیرودیس هم اونقدر ظالم و شریر بود که یعقوب رو کشت برای رضایت یهودیان و بعد آزار و اذیت بر مسیحیان رو اضافه کرد و همچنین پتروس رو به زندان انداخت بنابراین بسیار ظالم بود او این کارها را انجام میداد نه تنها برای اینکه از دست مسیحیان خلاص بشه بلکه اهداف دیگه ای هم داشت او میخواست با این کارها جلال بیشتری کسب کنه و جلال خدا را از آن خودش کنه اما این ظلم و شرارت نتیجه قمنگیزی برای او داشت فرشته خداوند او را نقش زمین کرد و کرم ها او را خوردند و او مرد درسته این خانواده تشنه خون بودن خانواده هیرودیس خونخوار بودن از همه شما و از شما در یوسف سفاس گذارم با شما چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه کلام تو برترین از تسلی قلب من نوری بر فاهای من چراغ راه های من کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من نپوری این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من چه عجیب و ما است کلامت ای خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت